اصلی چندم اونو بچه ها امروز از چندم نه بعید میدونم باشه هشته هشته خیلی ببینید ما واسه یه حالت تکیش رو حساب کردیم. حالا زمانی که سیستممون حالت کسکید داره، یعنی پشت سر همه، میخوایم ببینیم چه اتفاق میفته. در این حالت افمون یا نویز فیگرمون، نویز فیگر کلمون اسمش رو گذاشتیم اف صفر، واسه هر، یعنی از اول ابتدای سیستم تا انتهای سیستم میخوایم این نویز خروجی رو محاسبه کنیم. نویز خروجی اون میشه چی؟ میشه کا تی صفر بی ان، که خب فرمول خود نویزه، ضرب در دو تا گین شده جی یک و جی دو، از دو تا المان پشت سر هم رد شده که گیناشون جی یک و جی دو بوده، پس جی یک و جی دو، ضرب در چی؟ ضرب در نویز فیگر یک، ضرب در نویز فیگر. ببینید در اصل اینجوریه، نگاه کنید من بخوام دقیق تر بهتون بگم، یه بذارین این رو وصلش کردم که خب ببینید، یک سیگنالی اومده حالا داخل این یه نویزی داره، نویزش چیه؟ هست کا تی صفر بی ان، ضرب داره نویز نامبر خودش که هست اف یک، اف یک کا تی صفر بی ان، ضرب داره گینش جی یک. این دوباره میاد از بعدی رد میشه، درسته؟ این از بعدی که رد میشه یه جی دو هم توش ضرب میشه، به اضافه یه دلتا اندی که این بهش اضافه میکنه، چون اینم نویز فیگر داره دیگه، پس اینم یه نویزی بهش اضافه میکنه. این میشه خروجیمون. یه بار دیگه ببینید، وقتی یک سیگنالی وارد میشه، یک کا تی صفر بی ان، این سیستم بهش اضافه میکنه، درسته؟ گینش چقدر؟ جی یک، پس اینو دوباره به اندازه جی یک هم این نویز رو تقویت میکنه. نویز فیگرش چقدر؟ اف یک، اف یک رو هم بهش اضافه میکنه، درست؟ خب توی قبلی یادتونه که گفتیم اینجا وقتی که میاد، وقتی گفتیم این میشه نویز فیگر قبلی به اضافه یک نویزی که این سیستم بهش اداره اضافه میکنه، دلتا ان گرفتیم، اینجا هم دقیقا همینه. این حالا داره از این قطعه بعدی که رد میشه، این قطعه بعدی چون اف دو داره به اندازه دلتا ان دو، یعنی نویز دو بهش اضافه میکنه، پس یه دلتا ان دو بهش اضافه میکنه، میشه ان آوت. خب پس دلتا ان دو نویز اضافیمون هست که با المان دوم ایجاد شده، اینجا همینو نوشتیم، دلتا ان دو المان نویز اضافی هست که توسط این المان بهش اضافه شد. ان اوت کلمون از رو اینم میتونیم بنویسیمش، میتونیم بنویسیم کا تی صفر بی ان ضرب در جی یک ضرب در جی دو در این نویز فیگر کلشون، نویز فیگر کلمون. چطوری میتونیم، حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونیم اثبات کنیم که بریم بعدی. ببینید ان آوتمون برابر شد با چی؟ اف صفر کا تی صفر بی ان جی یک.
اف صفر کا تی صفر بی ان جی یک جی دو. خب گفتیم این برابره با چی؟ این برابره با اف یک کا تی صفر بی ان جی یک به اضافه یه دلتا ان دوی دیگه. این دوتا رو مساوی هم قرار میدیم، این اولیه رو مساوی این دومیه قرار میدیم. از اینجا این دلتا اندو رو، دلتا اندو رو میتونیم چجوری بنویسیم؟ میتونیم بنویسیم اف دو منهای یک در کاتی صفر بی ان جی دو. چطوری میتونیم اینجوری بنویسیم؟ اینهاش اینجا گفتیم دیگه، گفتیم مقدار نویزی که اضافه میکنه، مقدار نویزی که اضافه میکنه برابر است با اف منهای یک در کا تی صفر بی ان جی. اینم اثباتش کردیم. پس مقدار نویزی که اینجا اضافه میکنه، من به جای دلتا ان دو از این رابطه مقدارش رو قرار میدم، از این رابطه بالایی، اف منهای یک در کا تی صفر بی ان جی. اف یک به جای اون دلتا ان دو دیگه، پس میشه اف دو منهای یک در کا تی صفر بی ان جی دو. خب یه سری اینا با هم دیگه میره، چیا؟ یه کا تی صفر بی ان، کا تی صفر بی ان و کا تی صفر بی ان، اینا با هم دیگه میرن. این دوتا البته مال این نیست، این که مال خودشن، یعنی از اون ور تساوی میخوام ببرم. کا تی صفر بی ان چی میمونه؟ میمونه اف صفر جی یک جی دو مساوی است با، مساوی است با چی؟ اف یک، اینجا اف یکه بچه ها، اینجا اف یکه، اشتباه نوشتیم اف صفر، اف یک جی یک جی دو، اینم به اضافه است. چرا اینجوری نوشتیم؟ این اصلا اضافه است، این اضافه است. اف صفر جی یک جی دو مساوی است با اف یک جی یک جی دو که اینا هاشش، اف یک جی یک جی دو به اضافه اف دو منهای یک در جی دو، اف دو منهای یک در جی دو. خب اینا رو که ساده بکنی، جی دو هاشو بزنی با هم ساده بکنی، به فرمول نهایی میرسی که هست اف صفر برابر است با اف یک به اضافه اف دو منهای جی یک. این میشه فرمول نهایی برای دو تا قطعه پشت سر هم، cascade of two، برای دو تا قطعه. حالا همین رو اگه ادامه بدی برای انتا، میتونی دونه دونه همه رو اثبات کنی که اف صفر دیگه اثباتش لازم نیست. فرمولش میشه اف صفر برابر است با اف یک به اضافه اف دو منهای یک بخش برای جی یک به اضافه اف سه منهای یک بخش برای جی یک جی دو. ببین خیلی راحت حفظ کردن این، نگاه کن، این یه قطع، این یه قطع الکترونیک، این دو قطع الکترونیک، این سه قطع، اصلا مهم نیست چند تا پشت سرم. خب این هست اف یک جی یک، یه اینش یکه، عدد نویزش هم اف یکه، این اف دو جی دو، این اف سه جی سه. خواستی اف کل رو حساب بکنی، نویز فیگر کل رو حساب کنی، خیلی راحت میگی خب اولی نویز فیگرش به اضافه دومی منهای یک تقسیم بره چی؟ گین اولی اف دو منهای یک بخش برای جی یک به اضافه سومی منهای یک بخش برای ضرب گین دوتا قبلیش جی یک جی دو. همینجوری میری جلو، یعنی گین بلوک های قبلی برات مهمه توی محاسبه عدد نویز کل. خب اگر گفته if an attenuator L، یعنی اگر ما حواستون باشه همیشه ما اینجا گین نیستا، اینجا از جنس گین گذاشتیم ولی ممکنه بعضی وقتا لاس باشه.
خب یعنی مثلا قطعه ای که داره میگذره بر فرض مثال یه موجبر داره از یه موجبر میگذره، این موجبر هم نویز به سیستم اضافه میکنه، اف به سیستم اضافه میکنه، این ولی موجبره دیگه گین نداره، این موجبره لاس داره. لاسشو میان از جنس، بعض وقتا لاسشو میان از جنس گین می نویسن، بعض وقتا لاس می نویسن. خب مثلا میگن چی؟ میگن گینش هست 6/10. خب گین 6/10 که کم میکنه، یعنی چی گین 6/10؟ یا گینش هست مثلا 5/10 بزنیم، گین 5/10 که کم میکنه یعنی چی؟ یعنی لاسش هست 2. خب این از 2 لاس داره، اینجا از جنس گین میذاریم. حواستون باشه اگر هم لاس بهتون دادن تو این زیر باید از جنس گینش رو بذاریم. حالا مثال یه ذره حل کنیم این قشنگ براتون جا میفته. خب F برابر است با K T صف B N بر روی K T صف B N G که میشه 1 G برابر L میشه. یعنی عدد نویزمون، عدد نویزمون خودش یه جورایی لاس رو هم نشون میده. بریم مسئله بعدی. نویز فاکتور، عدد نویز واسه یه وقتایی که ما میخوایم کار بکنیم زیاد راحت نیست کار باهاش، یه ذره فاکتور مناسبی هم نیست واسه اینکه بتونیم بفهمیم واقعا یه سیستم داره خوب کار میکنه یا یک سیستم داره ضعیف کار میکنه. خب عدد بخوایم بفهمیم که این سیستم عدد نویزش چقدره زیاد فاکتور مناسبی نیست و یه سری دلایل دیگه. به خاطر همین میان یک پارامتر دیگه رو معرفی میکنن به اسم دمای نویز، دمای نویز سیستم. دمای نویز سیستم یک یا دمای نویز مؤثر. دمای نویز سیستم یک دماییه که شما در که در ورودی هر گیرنده ای قرار میدن و میتونه توسط اون دمای نویز سیستم شما دقیقا میتونی خروجی توان نویز خروجی اون قطعه رو متوجه بشی. توان نویز خروجی اون قطعه رو خیلی راحت میتونید با دمای نویز سیستم متوجه بشید. یعنی هر یه قطعه ای که شما وارد سیستم میکنی اگر روش نوشتن دمای نویزش مثلا هست انقدر، یعنی به اون اندازه نویز میده به سیستم. با دمای نویز سیستم میشه فهمید که به اون اندازه، به اندازه اون دمای نویز داره نویز میده به سیستم. چون اکثر نویزهایی که ما داریم نویزهای حرارتیه دیگه، ما داریم نویزهای حرارتی صحبت میکنیم، به خاطر همین میان دمای نویز هر قطعه رو به شما میدن. خب تبدیلش کار سختی نیست، ما میدونیم که F همون میشه 1 به اضافه دلتا N بر روی K T صف B. اینو از کجا آوردم؟ اینو از این آوردم. حالا شاید بگین این فرمول ندادی به ما، نه همینه، اینه هاشش، همین فرموله است. خب ما برشیم F رو بردیم اون ور، یه ذره این ور اون ورش کردیم. F همون برابر میشه با چی؟ برابر میشه با 1 به اضافه دلتا N بر روی K T صف B N G. دلتا N مونم که حساب کرده بودیم K T E B N G. خب F همون پس برابر میشه با چی؟ F همون میشه 1 به اضافه، من اگه اینو بذارم جای این K B N و G با هم با این K B N G میخورن، میشه F برابر است با 1 به اضافه T E بر روی T 0 که از اینجا T E رو میشه محاسبه کرد، میشه عدد نویز منهای 1 در T 0. پس T E مون برابر میشه با F منهای 1 در T 0. یعنی عدد موج رو هم، عدد نویز رو هم بهت داده باشن میتونی از روش دمای نویز سیستم رو تعیین بکنی. خب که گفتیم اینجا چی حساب کرده بودیم؟ اینجا F با L برابره، میبینید F با L برابره،
یعنی میتونیم اگر ال رو هم بهمون دادن دمای نوزی سیستم، اگر یه اتنیویتر داشتیم، یعنی چی؟ یعنی یه تضعیف کننده داشتیم، اگر یک واحد اتنیویتر یا تضعیف کننده داشتیم مثلا مجبر، تی ایش رو هم میتونیم حساب کنیم، میشه ال منهای 1 در تی سیستم. اونجا عدد موجش، عدد نویزش رو شاید بهت نده، الش رو بهت میده، اونجا هم میتونی تی ایش رو حساب بکنیم. تی دمای نویز رو از این فرمول هم میشه حساب کرد، تی صفر ان اف یعنی نویز فاکتور و منهای 1. تو موارد مختلفیه، حالا دو تا مثال حل کنیم میبینید این فرمول همشون چه جوری استفاده میشه. اگر که سیستم کاسکید باشه چه جوری میشه؟ تی ای برابر میشه با این دفعه دیگه اف منهای اف دو منهای 1 نداره، اینجا دیگه راحت تره. عدد نویز سیستم تو بخوای حساب کنی میشه تی ای برابر میشه با چی؟ میشه اولی به اضافه دومی تقسیم بر گین اولی به اضافه سومی تقسیم بر ضرب گین های اولی تا الی آخر. الان یه نکته ای من دو سه جلسه پیش گفته بودم، اینجا کامل متوجه میشی که نکته یعنی چی. ببینید این دمای نویز سیستممونه. فرض کنید چی؟ اولین المانی که ما اینجوری ما سیستم نویز، دمای نویز سیستم رو کلا اینجوری حساب میکنیم. یعنی چی میگیم؟ میگیم که میگیم یه سیستم نویزلس داریم، یک سیستم نویزلس داریم، خب سیستمی که نویز نداره. چرا؟ چون نویزش رو آوردیم به صورت یک منبع نویز بیرونش باهاش جمع کردیم. نگاه کنید تمام این سیستم الان یه RF امپلیفایره، یه میکسره، نویز نداره، گفتیم نویزلسه. نویزش رو ورداشتیم چیکار کردیم؟ به صورت منبع نویز در ورودیش جمع کردیم. سیستم ها رو اینجوری حساب، اینجوری در نظر میگیرن. خب جمع نویز ها چی میشه؟ نویز ورودیمون، نویز های TAS، یعنی TAS میشه دمای نویز کل این سیستم، TAS میشه نویز ورودی، نویز ورودی که داره واردش میشه، به اضافه اومده چی؟ به اضافه شده با نویز امپلیفایر RF مون، به اضافه نویز امپلیفایر RF، به اضافه نویز TM مون تقسیم بر گین امپلیفایر، به اضافه TIF مون تقسیم بر گین میکسر و گین امپلیفایر. میبینید اینجوری نوشته میشه. خب حالا ببینید، حالا این نکته خیلی جالب، خیلی نکته قشنگش اینجاست، این واسه همینه که شما همیشه ورودی یک سیستم رو یک امپلیفایر قرار میدی یا یک لو نویز امپلیفایر قرار میدی. چرا؟ گینش هم باید بالا بگیری. چرا؟ کسی میدونه چرا؟ چون یه بار دیگه توضیح بدیم، سوال منو جواب بدین اول. کسی میدونه چرا من ورودی همیشه ورودی سیستم های گیرندم و یک لو نویز امپلیفایر گین بالا قرار میدم؟ علت چیه؟ کسی میدونه چیه علت؟ برای اینکه سیگنالی که اونجا داشته باشیم رو بوست کنیم، اینپوت سیگنالمون لوه، بوستش کنیم که نویز فلورمون هم تغییر نکنه، نویز فیگر. یه بار دیگه توضیح بده، متوجه نشدم. استاد به خاطر اینکه سیگنال رو تا یه حدی بالا ببریم که نویز اون تأثیر رو نداره در اول LNA، لو نویز امپلیفایر رو اول کار میذاریم. تقریبا دارین درست میگین. خب ببینید اینجا رو ببینید، گین امپلیفایر GRF میبینیدش داره توی تمام قسمت های بعدی تقسیم میشه. میبینید داره تو تمام قسمت ها تقسیم میشه. پس اگر این عدد بزرگی باشه ما میتونیم
از اینجا به بعد دیگه از نویزش چشم پوشی کنیم. هر چی هم عدد نویزش باشه انقدر گین این اولی بالایت اومده تو مخرج ضرب داره گین قطعات بعدی شده که ما میتونیم از انقدر مخرج رو بزرگ کرده که این عدد کوچیک شده ما میتونیم از نویزش چشم پوشی کنیم. خب حالا قطعات مختلفی داریم، مثلا این دمای نویز سیستممون. اینجا ببینید دمای نویز سیستمی که اینجا نوشتیم این اومده کل قطعات دیگر رو نویز و یعنی ریسیور رو میکسر رو همه رو گرفته به عنوان تی ای. خب بعد نویز ورودی رو هم گفته با تی ای جمع بکنیم میشه دمای نویز کل سیستمتون. اینجا به صورت کلی نوشتیم، گفتیم تی ای تی این به اضافه این یعنی هست این هست تی ایمون، این هست تی ای. تی ایمون برابر چیه؟ این بالا هم گفتیم تی ایمون میشه نویز منبع اولی به اضافه منبع دومی تقسیم گین اولی، سومی تقسیم ضرب گینا. و نوارد دیگه. این رو هم اثبات این رو که چجوری تی ای از روی اف به دست اومده خیلی اثبات راحتیه، میتونم به عنوان تمرین قرار بدم انجام بدیم. خیلی اثبات راحتیه تبدیل F به TA. فقط باید چی تواصلتون با اینجا مثلا تو این فرموله از همین فرموله میتونید حسابش کنید همش رو. خیلی اثبات راحتیه. اینم بگم یک لاسی دیوایس یعنی دیوایسی که تلفات داره، تلفات ایجاد میکنه با گین جی یک، تلفات ایجاد میکنه با گین جی یک. حواستون باشه که چیزی که تلفات ایجاد میکنه در اصل لاسش رو به شما میدن. خب شما تبدیلش میکنی به گین، با گین جی یک اگر به شما بدن این چه تلفاتی ایجاد میکنه؟ میشه تی پی در یک منهای جی یک، تی پی در یک منهای جی یک. بریم سه چهار تا مثال ازش حل بکنیم یه براتون بیشتر جا بیفته. یه مثال گفته فرض کنید ما چهار یک ریسیور چارگی با گین های زیر و نویز تمپرچر داریم. فایند سیستم نویز تمپرچر تی اس نویز سیستم رو پیدا بکنید. آها کسی نپرسید اینجا از من تیه این چیه؟ تیه این در از چیه؟ نویز تمپرچر آنتن و ویو گاید. آنتن و ویو گاید نگاه کنید، یه آنتن دارید اینجا میاد اینجا از طریق یه ویو گایدی وصل میشه به یک امپلیفایر RF. این میره میخوره به چی؟ به میکسرمون. خب الان اینجا این RF، این آنتن و این ویو گایدی که اینجا هست خودشون به خاطر تلفاتی که ایجاد میکنن یک نویزی میدن به سیستم، بهش میگن تیه این. بعد خود این سیستم هم یه نویز داره که شامل چیه؟ یه تی آر اف یعنی دمای نویز گین امپلیفایرمونه، یه تی ام یعنی دمای نویز میکسرمونه، یک
تی های بعدی دیگه، تمام قطعات بعدی که ما داریم همشون اینجا تی هاشون ما قرار میدیم. البته ما دیگه یه جوری این گین اولی رو حساب میکنیم که از قطعات از تسریع قطعات بعدی بتونیم جلوگیری بکنیم. چی رو یه بار دیگه بگم؟ مودال چیه؟ بذار ببینم بچه ها چی گفتن. موج دریافتی ضعیفه. خب نمیدونم چی بوده، به خاطر سیگنال و آها جواب سوال رو دادی. مدال رو یک بار دیگه میگی. مدال چیه؟ من جوری مدال حرف نزدم. فکر فیگور منظورش مدل. کدوم مدل؟ من اصلا نمیفهم منظورشون چیه. نویز فیگر رو منظورشونه؟ مدل دیگه، نویز فیگر میشه مدل نویز. مثال، آها مثال رو، مثال رو، آره مثال رو دوباره میگم. به مثال بگم یه ساعت سر کارم گذاشتم. مثال فرض کنید ما یک گیرنده 4 گیگاهرتز داریم با مشخصات زیر، دمای نویز سیستم را حساب کنید. واسه محاسب دمای نویز سیستم ببینید چیه ما گفته. گفته که ما گینمون هست تی اینمون 50، تی آر افمون 50، تی ام 500، تی آی اف 1000، تی آر اف جی ام و جی آی اف هم به همون داده. بریم اینجا حسابش کنیم ببینیم چجوری میشه. خب دشمن رو شرمنده اشکال نر. ببینید چی میگه. میگه ما یک تیه این رو به همون داده، درسته؟ شکلش اینجا بکشم بذارین دیگه، دیگه شما بلدین دیگه، من به نویزی نکشم، کلی به صورت یک شکل بکشم. من با دست بکشم بهتر. ببینید یه دونه آنتن اینجا داریم، خب اومده با ویو گاید اومده توی یک دونه امپلیفایر آر اف یا همون LNAمون، اومده توی یه دونه میکسرمون، بعد میاد تو چی؟ بعد میاد داخل یه دونه امپلیفایر آی افمون. این چیزایی که ما داده. گفته چی؟ گفته که گفته شما تی این رو فرض کنیم 25 درجه کلوین دی آر اف رو بگیرین 50، بسید تی اینو 50 داده بودا تو مثاله، تی اینو 50 داده بود، تی اینو 50، تی آر اف هم 50، تی ام 500، آره آره. تی آی اف هم 1000. آره درست.
تی این 50، تی آر اف هم 50، تی میکسر رو چند؟ تی میکسر رو چند داده بود؟ 500 دوستا، 500. تی میکسر 500 و تی آی اف رو چند داده بود؟ 1000. خب گیناشون رو چند داده بود؟ استاد جی آر اف و 23 دیوی، جی آر اف 23، جی آی اف هم جی ام است، جی ام هم داده؟ صفر داده استاد، جی ام رو هم داده صفر. دی بی دیگه ایشالله. بله استاد، دی بی. ببینید بیایم حسابش کنیم ببینیم که این چطوریه. خیلی راحت شما میگین چی؟ گفته دمای نویز سیستم رو حساب کنید. تی اس سیستم هم میشه تی این به اضافه تی ای. تی این هم چنده؟ 50. تی این چنده؟ تی این برابر میشه با تی آر اف هم اولیش به اضافه تی ام هم تقسیم بر جی آر اف هم به اضافه تی آی اف تقسیم بر گین این دوتا جی ام جی آر اف. این میشه فرمولش. خب تی این میشه 50 به اضافه تی آر اف چنده؟ تی آر اف 50 خودشم به اضافه تی ام چنده؟ 500 تقسیم بر جی آر اف. اینجا فقط نکتهش اینه که شما باید چیکار کنی؟ بعد از حالت دی بی در بیاری، نباید تو حالت دی بی. اینجا فرمولمون خطیه، حالت دی بی نباید باشه. گفته 23 دی بی، پس میشه 10 به توان 2.3 به اضافه تی آی اف هم که هست چقدر؟ سی تقسیم بر 10 به توان تی آی اف که سی نیست، تی آی اف 1000. تی آی اف هم که هست 1000 تقسیم بر ضرب این دوتا گین میشه 10 به توان 2.3 ضرب در 10 به توان 0.1 که میشه 0 که میشه همون 1. این رو که حساب کنیم میشه چقدر؟ تی اس برابر میشه با 50 به اضافه 50 10 500 تقسیم بر مقدارش میشه 57. تی اس همون میشه 57. ببینید درست حساب کردم یا نه؟ نه 107. یه 50 اولش باید جمع شه. 107. پس این قسمت اول سوال که جوابش میشه 107 به همین راحتی. استاد ببخشید. بله استاد، توی قسمت تی آی اف تقسیم بر جی ام ضرب در جی آر اف قسمت آخر چیز فرمول اون صفره صفر میکنه دیگه مخرج، درسته؟ جی ام دیگه. نه دیگه، 10 به توان صفره. 10 به توان صفر میشه چند؟ تو حالت دی بی بود استاد، درسته؟ آره. یک میشه درسته؟ آره یک میشه.
ده به توان صفر میشه یک. آه مرسی. خواهش میکنم. آه مرسی. صفر بعد دی بیه، بعد از صورت دی بی در بیاد. آره مرسی. خواهش میکنم. قسمت بعدی گفته for the above example برای مثال بالا a section of lossy waveguide is inserted between the antenna and the RF. یک بخش لاسی با تلفات، یک waveguide لاسی بین آنتن و امپلیفایر RF هست. حالا find TM، حالا TM رو پیدا کنیم. یعنی چی؟ یعنی TM دمای نویز ورودی اگر ویوگایدمون 2 دیبی باشه. وقتی که دمای نویز، حالا با در نظر گرفتن این دمای نویز سیستممون چقدر میشه؟ بنویسین سوالش رو تا واسهتون حلش کنم. نوشتیم. خب ببینیم حالا میگه اینجایی که شما حساب کردین، اینجا که شما براش این حساب کردین، شما اینجا بیاید و یک ویو گاید در نظر بگیرین. ویو گاید یعنی موجبر که لاسش هست 2 دی بی. لاسش هست 2 دی بی. دقت کنید بچه ها، اینا رو حتما دقت کنید. شما دیگه به عنوان یک مهندس آی سی تی کاملا باید به اینا مسلط باشین، کجا لاسه کجا گینه. گفته فرض کنید ما آنتنمون توسط یک ویو گاید که لاس 2 دی بی داره وصل میشه به سیستممون. یک لاسی ویو گاید، یعنی اینجا یک لاسی ویو گاید داریم که لاسش هست 2 دی بی. لاسش یعنی تلفاتش 2 دی بی. حالا میگه تی این ورودی جدید رو حساب کنیم. خب تی اینمون میدونیم که تی این بود تلفات آنتن به اضافه تلفات ویوگاید دیگه، به اضافه تلفات ورودیمون. اینجا ما یه تی ویوگاید باید حساب بکنیم، یک تلفات ویوگاید باید حساب کنیم. تلفات ویو گاید گفتیم فرمولش چی بود؟ تی پی در 1 منهای جیش، اون جی که داره، گینی که داره. تی پی رو اگر بهتون، تی پی رو مسئله اصولا باید بهتون بده، اگر ندادن شما میتونید 300 در نظر بگیرید. اگر مسئله بهتون نداد 300 بگیرید. تی پی هست 300 در 1 منهای این گینه رو چیکارش کنیم؟ کسی ایده ای داره گین رو چیکارش کنیم؟ اولا به دی بی 10 به توان 2 دهم اینو بگم بچه ها ببخشید. تی پی رو اگر مسئله بهتون نداد دمای 0 کلوین در نظر بگین، همون 270. خب ولی اینجا الان مسئله بهمون داده، مسئله گفته که دمای نویز سیستم را در 300 درجه کلوین حساب کنید.
دمای نور سیستم رو در 300 درجه کلوین حساب کنید. اینجا 300 مسئله به همون داده. خب بگو چی آقای فرانی؟ بله استاد، گین وی واحد رو باید 10 رو به توان 2 دهم بکنیم که تبدیل کنیم واحدشو. خب خب این 2 dB رو که الان مثلا تو ماشین حساب بزنم 10 به توان 2 دهم میشه 1.58 تقریبا. خب بعد 1.58، بعد حالا باید ال اینجا به دست بیاریم، 1 بر روی گین بود دیگه طبق فرمول، میشه 1 تقسیم بر 1.58 در میاد. این چیز ما میذاریم داخل اون جی یک اینجا. الان من الان اگه اینو تقسیم بر این بکنم میشه 63 هزارم. 63 هزارم رو میذاریم تو جی یک اینجا، یک منهای 63 صدم یا هزارم؟ 63 صدم ببخشید داشته باشیم. 63 صدم درسته. آفرین، یه مثبت یادم باشه آخر جلسه بدم. چی میشه؟ نگاه کنیم یه بار دیگه توضیح بدای فرانی، یه بار دیگه بگو بچه ها بودم متوجه میشن چی گرفتی، بگو یه بار دیگه زبون شما شاید بیشتر بفهمه. گین ویوگاید ما به دیدیه، طبق مثال قبل هم داشتیم که ما این تبدیل کردیم دیگه. بعد تبدیلش چی کار میکنیم؟ گره به توانه اینجا 2 dB بود، به توانه 2 دهم. الان اینجا چی رو به همون داده؟ لاس ویوگاید رو داده، درسته؟ بله. گفته 2 dB، لاس ویوگاید داده 2 dB. پس یه کار یه جور یه روشی که آقای فرهانی رفت اینه، میگه لاس رو داده 2 dB. خب پس من میام چیکار میکنم؟ گفتین چی؟ گفتین اینو از dB درش میارم، میشه 10 به توان 2 دهم، که در آوردی چقدر؟ چقدر در آوردین 10 به توان 2 دهم؟ 1.58. کاملا درست. خب بعد حالا 1.58 میگه لاسه به حالت غیر dB. اینجا از من گین رو میخواد، پس من اینو باید تبدیل کنم به گین، میشه 1/1.58 که میشه 63 صدم. پس اینجا قرار میده 63 صدم. کاملا درسته. یه کار دیگرش هم میتونستی بکنی، میگفتی لاس رو داده 2 dB. خب یا چی؟ یا انگاری که گین رو داره منفی 2 dB گین بهش میده. میدونید لاس و گین در حوزه dB منفی هم دیگن. خب لاسش 2 dBه، پس یعنی به اندازه 2 dB گین میگیره، یعنی وقتی سیگنال واردش میشه انگاری 2 dB ازش کم میشه، گینش میشه منفی 2 dB. خب حالا این گین رو از حالت dB خارج کنم میشه 10 به توان منفی 2 دهم، این برابر میشه با 63 صدم، اینم برابر میشه 63 صدم. پس تیه ویوگاید هم برابر میشه با، گفته تو دمای 300، این تیه پی یعنی دمای فیزیکال، یعنی دما تو محیطش، دمای فیزیکیش در محیط چقدره، دمای فیزیکالشه، تیه پی دمای فیزیکال بهش میگن. بر حسب کلوین. خب گفته تو دمای 300 درجه حساب کنید، میشه 1/63 صدم، که اگه حسابش کنی مقدارش برابر میشه با 110.7 درجه کلوین. خب این میشه دمای نویز ویوگایدمون. حالا گفته دمای نویز سیستممون رو هم حساب کن. دمای نویز اول گفته دمای نویز ورودیمون تیه این رو حساب کن، تیه این رو گفته حساب کن. خب بچه ها ببینید این آنتن اینجا که داره میاد، این خیلی نکته مهمیه ها، خیلی نکته مهمیه، گوش بدین. ببینید اینجا وقتی که یک نویزی داره وارد میشه، یه نویزی داره وارد میشه، مثلا اینجا تیه اینمون الان دادیم 50، درسته؟ این 50ی که یعنی مال آنتنه، مال آنتنی که داره وارد، آنتن و ویوگاید. الان اینجا ویوگاید هم بهمون داد، این آنتنه که داره وارد میشه میاد توی یک دیوایس لاسی، یک دیوایس با تلفات. دیوایس با تلفات اینجوری نیست که بگه بیاد آقا من فقط سیگنال رو تضعیف میکنم،
یا امپلیفایر هم نمیاد بگه من فقط سیگنال رو تقویت میکنم. چرا؟ چون نویز هم به صورت یک سیگنال خودش رو نشون میده. نویز هم خودش یک سیگناله. پس این تشخیص نمیده که این نویزه یا سیگناله. اگر سیگنال تضعیفش میکنه، اگه نویز تضعیفش میکنه، اگه سیگنال امپلیفایر تقویتش میکنه، نویز رو هم تقویت میکنه. یادتون میاد که میگفتیم امپلیفایر معمولی به درد نویز نمیخوره، برای اینکه خودش هم نویز میده به سیستم، هم نویز رو تقویت میکنه هم خودش هم نویز میده. هر المانی نویز میده به سیستم، فقط مهم اینه که نویز رو چجوری تقویت کنه. پس این تیه اینی که از اینجا از آنتن ما تیه این بود، تیه گفته بودیم اینجا فقط تیه اینمون، تیه اینمون تو حالت قبلی فقط تیه آنتن بود، یه تیه اینی گذاشته بودیم. حالا این تیه اینی که داره میاد وارد یک چیز لاسی داره میشه که لاسش هست منفی 2 dB یا اصطلاحاً گینش هست 63 صدم. خب بعد میاد وارد امپلیفایر RFمون میشه و این اتفاق میفته. پس خود این تیه این که بود 50، درست؟ این تیه اینمون که بود 50 ضرب در 63 صدم میشه. که مقدارش میشه چند؟ نوزده ممایز نوزده چه نوزده داشته باید دارد. چی شد؟ این مفتاد سیویه کنیم، دقیق سیویه کنیم، سیویه کنیم. پس این مقدار مطمئنیم؟ آره سیویه کنیم. پس این مقدارش میشه 31.5 اندفعه. پس این تیه اینمون اندفعه میشه 31.5. یعنی اینجا میخواد بنویسید ویو گاید یا مجبر نویزی که از آنتن میرسد را نیز تضعیف میکنه. خب حالا دمای نویز سیستم جدیدمون چی میشه؟ الان تیه اس همون میشه بود تیه این دیگه. تیه اینمون شد چند؟ تیه اینمون شد 31.5. 31.5 این تیه اینی هست که از آنتن رسیده است به اضافه دمای نویز ویو گایدمون که بود 110.7، دمای نویز مجبر به اضافه چند بود؟ 500 بود؟ اولیمون چند بود؟ 25 بود یا 50؟ 50 به اضافه 50 به اضافه 500 تقسیم بر 10 به توان جی آر اف هم 2/3 به اضافه 1000 تقسیم بر 10 به توان 2/3 ضرب در 10 به توان 3. این دیگه میشه دمای نویز سیستم. پس دو تا نکته مهم داشت. شما باید دمای مجبر رو حساب میکردی و بعد باید اینت رو با توجه به اینکه داره از محیط لاسی عبور میکنه مجدد حساب میکردی و اینها رو دوباره توی مدار قرار میدادی. قبلا ما فقط تیه این رو قرار داده بودیم، ولی این دفعه تیه ویو گاید رو هم قرار دادیم. استاد این 31.5 از کجا آمده؟ از کجا که همین الان تا 6 ساعت داشتیم همین توضیح میدادیم. 31.5 ببین، بله بله، 31.5 گفتیم دمای نویز ورودی، دمای نویز ورودی یا همون تی آنتنمون، خب وقتی که داره میاد میخواد بیاد تو سیستم، خودش از یک المان لاسی داره عبور میکنه، از یک المانی که تلفات ایجاد میکنه که هست ویو گاید. پس این دمای نویز سیستم اون که داره خودش هم از یک المان لاسی میاد، این 50ش باید دوباره تضعیف بشه. یعنی این نویزی هم که داره به سیستم میده، چون داره از یک المان لاسی عبور میکنه، نویزش کم میشه. یکی از دلایلی که شاید براتون جالب باشه، یکی از دلایلی که ما مجبر به کار میبریم، یعنی
کابل کوآکسیال به کار میبریم همینه. کابل شما آنتسیس آنتنتون رو با استفاده از کابل کوآکسیال میارین وصل میکنید به تلویزیون، باعث میشه که نویز رو کمتر کنید. اگر سیم معمولی بزنی نویزتون کم نمیشه، ولی وقت چون موجبرم هست، وقتی کابل کوآکسیال میزنی، اینجا داری میبینی که سیستم دمای نویز ورودیتون رو یه ذره واسه تون کم میکنه. چرا؟ چون ضرب داره گین خودش میکنه. اوکی استاد، مرسی مرسی. خب حالا میخوام یه سوال ازتون بپرسم. فرض کنید من فرض کنید که من بهتون میگم که دمای نویزی که وارد ورودی یعنی خروجی آنتن شده چقدره، تو این خروجی آنتن این سیستم چه دمای نویزی داره وارد خروجی آنتن میکنه، چجوری میتونید حساب کنید؟ کسی نظری نداره؟ ببینید چیزی که ما حساب کردیم اینجا، دیدیم که یه آن میخوام اینو بگم که قشنگ بفهمینا، یه آنتن داشتیم با یه ویوگایدی وصل شده بود به یک RF، یه میکسر و یه IF، درسته؟ ما اومدیم دمای نویز این سیستم رو حساب کردیم، شد چقدر دمای نویزمون چقدر شد بچه ها؟ دمای نویزمون شد اینجا یه عدد بگید، اینو حسابش نکردین؟ میشه که حساب نکرد؟ خودم بشینم حساب کنم؟ استاد ببخشید 199.71 من 199.71 تو ماشین حساب بله بله خب انشالله درست سایی دیگه تی اسمون شد چی؟ 199.71 خب الان من میخوام بگم چه نویزی اومده اینجا تو خروجی آنتن. به نظرتون این تی اس رو این تی اس هم میاد تو خروجی آنتن دیگه، این تی اس اگر بیاد تو خروجی آنتن بخوایم نگاش کنیم این چقدره اینجا؟ استاد گفتیم این موجبره این گین رو ضرب در همون نویز میکنه، درسته؟ درست استاد؟ بله بله. درست نیست ولی حالا بگین شما. حالا میخوام بگم اگه درست نیست که دیگه هیچی، اگه اون درست بود تقسیم برش میکردیم. آفرین، درست پس میگیم، پس درست گفتیم. من فکر میخوام بگه ضرب بود، درست گفتیم، یه مثبت هم شما. یعنی این تی اس، وقتی میاد اینجا، وقتی که این نویز از این ور میومد ضرب داره گینش میشد دیگه، حالا باید تقسیم برای گینش بشه، پس تقسیم برای 63 صدامش که بکنی میشه نویزی که اومده اینجا. یعنی اگه بخوای ببینی میگی خیلی خوب این آنتنه مثلا 25 درجه کلوین نویز داره به اضافه اینقدر سیستم هم نویز داره،
میفهمی نویز کل سیستم. میتونی نویز رو بیای از اینجا اعلام کنی، ویوگاید رو هم توش در نظر بگیر، ولی باید تقسیم بر 63 صدم گین ویوگاید. کاملا درست گفت. خب کسی سوالی نداره؟ بسید مقادیرش خیلی بالاتره دیگه، دمای نویز تقسیم بکنیم بر گین چیز، حتما بالاتر از این تی اس ام آی دیگه. بله مقدارش بالاتر در میاد. خب بچه ها سوال دارن چیه؟ سلام استاد. سلام استاد، ببخشید تو این قسمت دوم ما تو بخش اول مسئله تی اینو 50 در نظر گرفتیم، بعد تو قسمت دوم 30 و ضرب در 63 صدم کردیم. این 30 مگه تی اینمون 50 نبود؟ چرا اینجا 30 ضرب شد؟ 50 این 30 نیست، این 50 اینجا رو میگی؟ بله استاد، اینجا ما نه این پنجاه، این پنجاه کردیم که شده سی، این پنجاه، این پنجاه. آره بله ببخش. خواهش میکنم. خب نویز فیگر هم که گفتیم، تی صفر هم جاهای تی صفر رو 290 میگیرین. اگر جایی هم تی فیزیکال رو بهتون گفت که دیگه، آره یه دونه اینجوری هم حل کنیم، اینم بد نیست. یه مثال دیگه هم داشته باشیم. یک تقویت کننده، یک تقویت کننده با عدد نویز 2.5 dB در نظر بگیرید. نویز فیگرش از 2.5 dB. دمای نویز معادل آن را محاسبه کنید. دمای نویز معادل آن را محاسبه کنید. چقدر میشه دمای نویزش حساب کنید؟
خب کسی نظری نداره؟131 میشه استاد، چجوری اشتباه حساب کردم. کردی؟ چجوری حساب کردی؟ 2.5 دیبی تبدیلش کردم، 2.5 دیبی تبدیلش کردم، بعد لاستش رو در آوردم، بعد گذاشتم تو اون 300 منهای یک. به چی تبدیلش کردین؟ دیبی تبدیل از دیبی درش رو بردم، بعد یک و چیز کردم، لاسش رو به دست آوردم، خب بعد گذاشتم توی TNNO. TP میشه یک منهای اون مقدار لاسمون، ضرب در 300ی که گفتید ثابته توی اون چیزه. اینجاست تی که سفر ببین، اینا از این روش میتونستی حساب کنی. میشه چی؟ تی سفر اون که هست 290. میبینی شما چی؟ 290 چه پاک میکنه؟ باز شما هم پاک میکنه؟ تی سفر همون میشه 290 در ان اف همون 2.5 دیوی بود دیگه، میشه 10 به توان 25 صدم منهای 1. همین. سوال نداریم بچه ها، فهمیدین چی شد جوابش؟ آقای فرانی متوجه شدین؟ بله استاد، بله استاد، من همین روش رفته بودم، فقط 300 رو گذاشته بودم توش. فکر کنم یه مرحله هم اضافه رفته بودی. لاس رو نباید اونجا حساب کنی، لاس برای آره. تیمون میشه چی؟ میشه همون تی صفر در نویز فیگر منهای 1 که میشه 290 در 10 به توان 25 صدم منهای 1 که مقدارش برابر میشه با 226 درجه کلوین. خب یه ذره بیایم بریم توی این مثال، این مثالی که الان حل کردیم با هم دیگه داره حلش کنیم. ببینید صداتون خیلی بده، نمیفهمم. آره نمیفهمم. استاد تخته رو یکم بیارید عقب ببخشید. تخته رو بیارم عقب؟ یعنی چی؟ آه بفهمم. خب بچه ها ببینیم، نمیفهمم بچه هایی که صداشونو میفهم بگه چی میگن. بسید منظورش اینه که مگه 270 نبود تی سفر، چرا 290 بگیرید؟ نه تی سفر رو 290 بگیرید، 270 نه 290، هر جا بهتون ندادن 290 بگیرید. البته 270 درسته، 270 خب 270. اینجا ما تو مسئله به همون گفته 290 بگیرید، برفرض مثلا 290 بگیرید، بهتون میگن چند بگیرید. به این بستگی داره به شرایط، درستش 273، ولی ما اصولا تو شرایطی که معادل سازی میکنیم واسه محاسباتمون 290 در نظر میگیریم. مثلا اگر بهتون ندادن شما 290 بگیرید، از اینجا با هم توافق میکنم. دوستاد یه سری جام 300 میگیره. من دیدم میگم هر جایی بستگی به محیط داره، از این بعد ما با همینجا توافق کنیم. اگر بهتون ندادم تو امتحان 290، اگر بهتون دادم که همون مقداری که بهتون دادم. البته بچه یه چیزم دقت کنید،
من بعضی وقتا تی پی رو بهتون میدم، تی صفر رو نمیدم ها، مثلا تی پی رو بهتون دادم. شما حواستون باشه که تی صفر رو گرفتین یا تی پی رو گرفتین. تی صفر رو اگر بهتون ندادن 290 بگیرین. خوبه؟ استاد جواب رو گرد کردید؟ نه همین میشه جواب. چرا؟ جواب نهایی 226 اینو گردش کردی چون من یه عددی نزدیک بین در اومد. آره. بسیار خوب. خب بچه ها ببینید، توی این مثال قبلی که با هم حل کردیم، خب اگر ما بیایم گین امپلیفایرمون RF امپلیفایر رو یه ذره ببریم بالا، ببینیم چه اتفاقی میفته. توی همون مثال اگه یادتون باشه TSمون چی بود؟ بذاریم پیداش کنم. دمای نوز خیلی نکنید دیگه چون ضربه چیز میشه. درسته. اگه میتونستم پیداش کنم بعد نبود الان. این بود. آره اینجا که حساب کردیم، فرض کنید ما گین لو نویز امپلیفایرمون رو خیلی بالا بذاریم. گین لو نویز امپلیفایر اونجا چند بود؟ تو مثال چند داده بود؟ تو مثال داده بود 23. درست؟ تو مثال به همون داده بود 23. ولی فرض کنید که ما این 23 رو بگیریم 50. میاد اینجا میشه 50 به اضافه 50 به اضافه 50 تقسیم بر این دفعه 10 به توان 5. یه حساب کتاب بکنید بچه ها. میشه 50 به اضافه 50 به اضافه 500 تقسیم بر به اضافه 1000 تقسیم بر بازم همون 10 به توان 5. میشه 100 ممیز 15. ما چند در بردیم؟ ما چند در برده بودیم؟ اینجا نداریم. حالا حساب میشه 100 ممیز 15 صدم. بذارین قبلیش هم حساب کنم. 50 به اضافه 50 به اضافه 500 تقسیم بره 10 به توان 2 و 3 دهم به اضافه 1751. چند؟ 107.51. 107.51. میبینید؟ پس ما با زیاد کردن دمای یعنی جی اف مون میتونیم دمای نویز سیستممون رو کاهش بدیم. به خاطر همینه که ما توی ورودی گیرنده
ورودی همه گیرنده هامون یه دونه LNA همیشه قرار میدیم. LNA که گینش بالاه. گین بالاش باعث میشه دمای نویز سیستممون افت کنه. خب استاد اینجا 7 درجه کلوین خیلیه. 7 درجه که پاش میاد. 7 درجه هم زیاده. 7 درجه کلوین هم دمای بالایی حساب میشه. خیلی هم بالا حساب میشه. شما ببین مثلا دمای نویز ورودی 25ه. حالا شما اگه یه کاری بکنید بتونید 7 درجه کلوین کاهش ایجاد کنی، خب خیلی توانه چی میگن؟ خیلی مقدار زیادیه دیگه. خب ببینید حالا یه چیز دیگه هم اینجا، این یه ذره مفهومی، خوب گوش بدین. نگاه کنین. وقتی که دمای نویز سیستممون پایین باشه، نویز تمپرچر سیستم، دمای نویز سیستممون پایین باشه، هر یک دهم توی این مثالی که حل کردیم، هر یک دهم تضعیف، هر یک دهم تضعیف در قبل از ورودی RF امپلیفایرمون، یک دهم dB قبل از ورودی امپلیفایرمون، حدود 6.6 درجه کلوین دمای نویز به سیستممون اضافه میکنه. چطوری حسابش کردیم؟ گفتیم فرض کنید دمای نویز فیزیکیمون باشه 290 درجه کلوین. این دمای نویز فیزیکی ها بچه ها، تی صفر رو بستگی داره بهتون چند بگن. الان اینجا گفتیم دمای نویز فیزیکیمون همون مقدار 290 گرفتیم. فرض کنید دمای نویزمون باشه 290 درجه کلوین. خب یک دهم dB، یک دهم dB تلفات، تلفات از جنس تلفات، گفتیم هر یک دهم dB تلفات دیگه، چون از جنس تلفاته گینش میشه منفی یک dB. هر یک دهم dB تلفات در اصل میشه چقدر خطیش؟ میشه 10^-1 که اگه حسابش کنی برابر میشه با 977,000. یعنی چی 977,000؟ یعنی اگر دمای نویز ویوگایدیش رو بخوای حساب بکنی میشه 290^-1 977,000 که برابر میشه با چقدر؟ 290^-1 این میشه 23,000 که برابر میشه با 6.6 درجه کلوین. یعنی هر یک دهم تلفات، اگر ما یه ویوگاید داشته باشیم دمای نویز سیستممون پایین باشه، اگر دمای نویز سیستممون پایین باشه و یک ویوگاید داشته باشیم که تلفات ایجاد میکنه، به ازای هر یک دهم تلفاتی که ایجاد میکنه 6.6 به دمای نویز سیستم اضافه میکنه. مگه یادتون باشه گفتم ویوگاید باعث میشه چی؟ باعث میشه دمای نویز ورودیمون رو کم میکنه. اما اگر ویوگایدمون لاسی باشه، یعنی تلفات داشته باشه، به ازای هر یک دهم تلفاتی که داره خودش 6.6 دوباره به نویز سیستم اضافه میکنه. بنابراین جایی که ریسیورت دمای نویز پایینی داره، دمای نویز پایینی داره، ما ترجیحمون اینه که آنتن رو مستقیم به ریسیور وصل کنیم و دیگه از ویوگاید های لاسی استفاده نکنیم. متوجه شدین؟ توی سیستم هایی که لو نویز هستن، اگر ما ویوگاید لاسی استفاده بکنیم، هر یک دهم تلفات در حدود 6.6 درجه کلوین دمای نویز سیستم رو بره بالا.
پس بهتره که ما خود آنتن رو مستقیم وصل کنیم به بگید خود آنتن رو مستقیم وصل کنیم به ریسیور. خب یه جاهایی نمیشه آنتن رو مستقیم وصل کرد به ریسیور، مثلا کجا؟ مثلا آنتنای بی تی اس، ریسیورش یا همون آر بی اسش اون پایینه، آنتن اون بالاه، اونو توسط مجبر میارن پایین، ولی مجبرهایی که تلفاتش خیلی کم باشه. چرا؟ چون اگر تلفاتش زیاد باشه دمای نویز سیستم رو افزایش میده. به خاطر همین تجهیزات مخابراتی تجهیزات فوق العاده گرون قیمتی هست. مثلا شما یه دونه نتورک آنالایزر، نمیدونم دیدین یا ندیدین، بعید میدونم دیده باشین، یه نتورک آنالایزر اگر داشته باشین یه چیزی مثل حالا اسیلوسکوپ ولی با کارایی متفاوت، شکل شمایل شبیه اسیلوسکوپ ولی خب کارایش خیلی متفاوته، نتورک آنالایزر که میتونه سیگنال های ورودی رو تحلیل تجزیه تحلیل بکنه. یه کابلایی داره، همین کابلا که از آنتن، یه کابل داره مثلا نیم متر که آنتن تستت رو بتونی بهش وصل کنی و همین رو وصل کنی به نتورک آنالایزره. این آنتنش مثلا 16000 دلار پولشه. واسه اینکه باید یک چیز کاملا بدون لاس باشه که وقتی آنتن رو بهش، آنتن تستت رو بهش وصل می‌کنی، از اون طرف نتورک آنالایزرت این طول این کابل رو نبینه، فکر کنه کابلی وصل نشده. بذارم شکلش هست تو اینترنت نشونتون بدم. چرا شیر نمی کنه پس اسکرین رو؟ خب ببینید، این الان مثلا یه نوع نتورک آنالایزره، میبینید این یک نوع نتورک آنالایزره، نوع کابل هاشم این هاش، این کابلش، همین یه دونه کابلی که شما همین هر کدوم از این کابلا در حدود 16000 دلار قیمتشه. البته بستگی به برندهای مختلف داره، مثلا برند اجیلنت اینجوری. خب هر یه دونه این کابلا، چرا؟ برای اینکه این کابل وقتی که، و البته خود این دستگاهی که شما میبینید یه چیزی در حدود 1 میلیارد دلار قیمتشه، یک میلیون دلار قیمتشه. این خود کیت تستش کلی قیمتشه، این که میبینید بهش میگن کیت تستش، کیت چیزش، بگید چیکار میکنن، نتورک، یادم رفت خدایا، کالیبره، کیت کالیبراسیونشه، خودش کلی پولشه، اینم که کابلشه. ببینید این الان این دستگاهی که بهش به صورت دو پورت وصل کرده، انگاری که خودش مستقیم وصل شده به نتورک آنالایزر، انگاری هیچ اینجا دیده نمیشه، اینقدر بعد این آنتن ها این کابل ها بدون تلفات باشه. خب بریم سراغ درسمون. یه مثال دیگه هم فکر کنم بود، میخواید اونو تمرینش کنیم. ببینم اینجا مثال دیگه هم داشتیم، گفته که نه همونه دیگه، حلش کردیم. آها اینجا گفته فرض کنید 4 تا ریسیور داریم با این مشخصات calculate the noise system. البته ما اولی رو حل کردیم یا دومی رو حل کردیم؟ خب اینم هیچ کاری نداره دیگه، اینم دیگه خودتون حسابش کنید. گفته فرض کنید دمای نویزمون اینجوریه، اول فرض کنید جی ام مون 0 دی بیه که این همون حالت قبلیه. خب بعد گفته فرض کنید که سیستم نویز تمپریچرمون وند میکسر هز لاس آف 10 دی بی، نکتهش فقط همینه، وقتی که سیستم 10 دی بی جی اممون 10 دی بی لاس داره، وقتی 10 دی بی لاس داره، تفاوتش اینه بچه ها. این نکتهش هم ببینید، نگاه کنید، ما اینجا تی اینمون برابر میشه با چی؟ تیه، ببخشید، تیه اسمون، سیستممون برابر میشه با تیه این به اضافه
TRF به اضافه TIF تقسیم بر GRF به اضافه TM تقسیم بر GRF G میکسر. خب تو حالت اولی که به همون گفته جی میکسرمون 0 دی بیه، پس مثل همون حالت قبلی جی میکسرمون میشه 10 به توان 0. تو حالت دومی گفته فرض کنید که سیستم نویز تمپرچر وند میکسر هاز دی لاس اف 10 دی بی. میکسر 10 دی بی لاس داره، جیش هم میشه وقتی 10 دی بی لاس داره جیش چند میشه بچه ها؟ آقای فراهانی میکروفون تو وصل کن توی زن فعالی. آها مسله درست گفت، قمشلویی هم گفت درسته، مسله قمشلویی مثبت یادم بندازین. وقتی که الش هست 10 دی بی، ما اینجا باید از جنس گین بذاریم بچه ها، گین باید بذاریم نه ال. پس وقتی اینجا قرار میدی میذاری 10 به توان منهای 10 دهم، یعنی میشه 10 به توان منهای 1. نکته مهمش این بودا، کسی هست نگرفته باشه؟ اگر 10 به توان 10 بذاری، 10 به توان 10 بذاری به یه پارادوکسی میرسی. میبینی وقتی که میکسر تضعیف داره دمای نویز سیستمت کمتر میشه، که این غلطه. برای اینکه کلمه لاس اومده اونجا منها رو قرار داده. آره آره دقیقاً، چون لاس اومده تو میکسر. من الان گرفتم لاس اومده، اتنیویشن اومده، اینا همه معنی تضعیف میدن، یعنی ال رو بهتون دادن، گین بهتون دادن، تقویت بهتون دادن، هر چه دادن یعنی گین رو بهتون دادن. این باید حواستون باشه ما تو فرمولا باید گین رو قرار بدیم، چون اینجا گفته 10 دی بی لاس داریم، 10 دی بی لاس داریم، پس گینمون میشه منفی 10 دی بی. پس اگر بخوام اونجا قرار بدم اینو باید از حالت دی بی در بیارم، میشه 10 به توان منفی 10 دهم که قرارش بدم میاد دمای نویز سیستم من رو بیشتر میکنه. چرا؟ چون مخرجم رو کوچیک میکنه، چون مخرج رو کوچیک میکنه دمای نویز سیستم رو بیشتر میکنه. همه گرفتن؟ کسی هست نگرفته باشه؟ از این نمونه حتما تو امتحان داریم. ما اصلا کمترین دمایی که میتونیم داشته باشیم یعنی تو همچین حالتیه، یعنی 10 به توان 0 اینم منهای 1 باشه، چون این به سمت مثبت اگه باشه میکسر ما تاثیر بد روی دمای کلوین ما میذاره. آره دمای نویز اگر لاسی نداشته باشه، لاسش 0 باشه که گینش هم میشه 0، اون وقت میشه دمای خوبی شده. البته خب میکسر واسهش میکسر حالت تقویت کنندگی نداره، یعنی بهترین حالتش اینه که گینش 0 باشه، یعنی هیچ کاری رو سیگنال نکنه، لاس تضعیف ایجاد نکنه. ولی خب بهترین دمایی که ایجاد میکنن همون LNA مونه دیگه، LNA ها دمای نویز، به خاطر همین بهش میگن low noise amplifier، واسه که دمای نویز خیلی پایینی دارن، یعنی خودشون نویزی که به سیستم وارد میکنن خیلی پایینه. نگاه کنید الان اینجا رو ببینید، TRF رو نگاه کن، TRF دمای نویزش چقدره؟ 50 درجه کلوین. ولی TIF دمای نویزش چقدره؟ ببین این یک امپلیفایر معمولیه، یه امپلیفایر معمولی 1000 درجه کلوین دمای نویزشه، ولی یک امپلیفایر لو نویز امپلیفایر LNA دمای نویزش 50 درجه کلوینه. میبینی تفاوتشون تو اینه، پس LNA و امپلیفایر خیلی با هم تفاوت میکنه. چرا مستقیم رفتیم تو این لینک باجت جی رو بهتون نگفتیم اینجا؟ خب اینو اینجا تو جدول نیست، اینی که دارم میگم باید بنویسید. رفتیم سراغ لینک باجت.
اینو بنویسیم بچه ها. ببینید ما زمانهایی که میایم خیلی وقتا تو سیستم های مخابراتی میبینیم که به شما میان چی میگن؟ به جای اینکه بگن کریر به نویز رو حساب کن، کریر به نویز رو حساب کن یعنی چی؟ سیگنال دریافتی به نویز. ما گفتیم کریر به نویز یا سیگنال به نویز یا CNR یا SNR اینا برامون مهمه دیگه. اصلا برامون مهم نیست که نویز سیگنالمون چقدره، برامون مهمه سیگنال تو نویز ریشیومون چقدره. خب کریر به نویز رو یه وقتایی میخوان بهتون حساب بکنن، یه دفعه میبینی که توی دیتا شیت به جای کریر به نویز بهتون گین به دما دادن. میگه کریر به نویز چی؟ این مرسوم تره، این توی سیستم های عملیاتی مرسوم تره. توی سیستم های کتابی خب مرسوم تره کریر به نویز میگن، ولی وقتی شما مثلا بخواید برید تو شرکت انفرماتیک کار بکنید، شرکت انفرماتیک یه نرم افزاری هست، نرم افزاری که خود هاتبرد بهتون میده، از نرم افزار هاتبرد میگی، تو نرم افزار هاتبرد میخوای تنظیم کنی، اصلا کریر به نویز نداره، جی به ان داره، جی به بخشید به تی داره، جی به تی داره. خب اونجا میگی جی به تی چیه؟ ببینیم جی به تی چیه. ببینید بیاییم ما کریر به نویز رو، ای بابا پاکش کن دیگه، کریر به نویز رو بنویسیم. کریر به نویزم برابر است با پی تی جی تی جی آر، بذارین یه ذره واضح تر بنویسم که موقع نگین اینا کجا اومد. کریر به نویز برابر است با پی تی جی تی جی آر بر روی 4 پی آر لانداون به توان 2، درسته؟ بر روی نویزم، توان نویزم چی بود؟ کا دمای نویز سیستم پهنای باند، ثابت بولتزمن، ضرب در دمای نویز سیستم ضرب در پهنای باند سیستم. خب اینو یه ذره بیایم طرف وسطی کنیم درست بنویسیمش، چی میشه؟ میشه پی تی جی تی جی آر بر روی کا تی اس بی ان ضرب داره لاندا بر روی 4 پی آر به توان 2. اینو برعکسش کردم، توان منفیش که آوردم بالا، چون اینو برعکس کردم منفی در منفی میشه مثبت، توانش دوباره شد مثبت. ایشالله که دیگه تو این چیزا مشکل نداشته باشه. خب حالا بیایم اینو یه ذره دیگه تفکیکش کنیم. این جی آر و تی اس رو ازش بیاریم بیرون، برابر میشه با چی؟ پی تی جی تی بر روی کا بی ان در لاندا بر روی 4 پی آر به توان 2 جی آر بر روی تی S. خب ببینید بچه ها، اینها این پی تی جی تی رو بهش میگن ای آی آر پی. ای آی آر پی و ثابت بولتزمن و پهنای باند اون که خب همیشه ثابته. چرا؟ چون این والیسی واسه یک فرستنده آماده کردن میگن پی تی چقدره، با پی تی چقدر ارسال شده. گین و فرکانس اینم که فقط میشه سی اف ام دیگه. بچه یه لحظه ببخشید صدامو داریم بچه ها. پس ببین، پس ما این دفعه میایم تو سیستم ها به جای این که کجا رفتیم مدادمون،
به جای اینکه بیایم یه لحظه بچه من میلاد رو گم کردم. به جای اینکه بیان بگیم مثلا سی به ان چقدره، چون سی به انمون متناسب هست با جی به تی، یعنی در از جی آرمون به تی اسمون درست، و بقیه این المان های دیگه در مخابرات ماهواره‌ای، نه در جاهای دیگه، مثلا توی مخابرات سیار حساب میکنید، نه در مخابرات ماهواره‌ای اینها همیشه یکسان هستن، همیشه ثابت هستن. پس ما به جای اینکه بیایم بگیم سی به ان چقدره، میان میگن جی آر به تی اس، یا دیگه اینجوری هم نمیگن، میگن جی به تی چقدره، یعنی گین ریسیور به دمای نویز سیستم چقدره. اینو حتی تو دسیبل هم میتونن بیان بگن، اگر بر حسب دسیبل بگن واحدش میشه دی بی بر کلوین. درست؟ ما اگر توی یک سیستمی پس جی به تی رو افزایش بدیم، در اصل کریر به نویزمون رو افزایش دادیم. اگر جی به تی رو افزایش بدیم، کریر به نویز رو افزایش دادیم. یه وقتایی تو مسئله بهتون چی میدن؟ مثلا جی به تی رو منفی بهتون میدن. جی به تی منفی داده میشه بهتون، مقدارش منفیه، یعنی زیر صفر دی بی. مثلا میگه منفی 2 dB بر کلوین. خب این مشخصه دیگه، یعنی چی؟ یعنی مقدار جی از مقدار تی کمتره، چون اینجا این اگر بخوای به دی بی تبدیلش کنی میشه جی من های تی دیگه. وقتی که مقدار جی از دی کمتر باشه این منفی میشه، یعنی دمای چی میگن، گین گیرندمون از دمای نویز سیستممون کمتر. تعجب نکنید بگید چرا جی به تی منفی شده، مثلا جی به تی مون شده منفی 3 dB. چرا این اتفاق افتاده؟ یعنی دمای گینمون کمتر. یه مثال هم از این یادداشت کنید و بعد برید سراغ زندگیتون. یک ایستگاه زمینی، مثال بسیار مهم، یک ایستگاه زمینی که آنتنی با قطر 30 متر دارد، در نظر بگیرید. بازدهی دهانه آنتن را 68% فرض کنید. این آنتن در فرکانس 4150 مگاهرتز کار می کند. در این فرکانس دمای نویز سیستم برابر 79 درجه کلوین می باشد. زمانی که آنتن با زاویه الیویشن 28 درجه تنظیم شده است. با زاویه الیویشن 28 درجه تنظیم شده است. جی بر روی تی گیرنده در ایستگاه زمینی را محاسبه کنید. الف بود. ب رو بذارین الفش رو حل کنم.
چی میشه؟ اول باید گین جی به تی رو میخواد دیگه. دمای نویز سیستم که بهمون داده 79 درجه کلوین. فقط باید جی شو حساب کنیم. جی رو چجوری حساب میکردیم؟ فصله قبل فرمولش رو بهتون دادم. میشه اتا ضرب در 4 پی آ بر روی لاندا به توان 2، یا چی؟ اتا در پی دی لاندا اوم به توان 2. خب اتا رو داده 68 صدم، ضرب در پی که پی قطر هم به همون داده، اینجا دی قطره اینجا سطحه، حواستون باشه اینجا بر حسب قطر داده. خب از این فرموله میریم، دیمون میشه 30 متر بر روی لاندامون که میشه 3 ضرب در 10 به توان 8 بر روی 450 ضرب در 10 به توان 6. اینو که حساب کنی مقدارش برابر میشه با این به توان 2، مقدارش برابر میشه با 1.16 ضرب در 10 به توان 6 که اگه تبدیلش کنی به دی بی برابر میشه با 60.6 دی بی. خب تی اسات رو هم تبدیل کن به دی بی، 79 درجه کلوینت رو تبدیل کنی به دی بی، مقدارش برابر میشه با 19 دی بی کی. این یعنی چی؟ یعنی دما بوده. دی بی کی یعنی دما. خب جی به تیمون به دی بیمون به دی بی برابر میشه با 60.6 منهای 19 که مقدارش برابر میشه با 41.6 دی بی بر روی کلوین. 41.6. قسمت ب سوال. بله برو. بله قسمت ب سوال میگه اگر یک باران سنگین باعث شود که دمای آسمان، یک باران شدید باعث شود که دمای آسمان افزایش یابد به طوری که دمای نویز سیستم به 88 درجه کلوین افزایش یابد، آنگاه مقدار جی به تی جدید چقدر است؟ چقدر میشه؟ آرش فراهانی میکروفون وصل کن. خب اول 10 تا لوگاریتم 88 رو میگیریم به دی بی کی تبدیل میکنیم، خیلی راحت. بعد اینه که در آوردیم معلومه دیگه، اون 66.6 دهمو که اون بالا حساب کردیم منهاش میکنیم مرحبا میشه. مرحبا. دی بی کی اصلی. آفرین. اینو تبدیل میکنیم میشه 19.4، پس جی به تیمون برابر میشه با 60.6 منهای 19.14. این دفعه جی به تیمون توقع داری کمتر بشه یا بیشتر؟ جی به تیمون کمتر میشه. چرا؟ چون دمای نور سیستم کمتر بشه. خب کسی سوالی داره بچه ها؟ رضا سلطانی گفتی از اول. چی از اول؟ ببین یه بار دیگه جی به تی رو خواسته، جی رو به همون نداده مقدارشو، فقط قطر آنتن رو داده. این مال آنتن گیرنده مونه دیگه. خب جی آرمونه، آنتن گیرنده مون فرمولش رو قبلا داده بودیم، گفته بودیم چی؟ میتونی این به این طریق حساب کنی فرمولش. اگه میخواستی حساب کنی توی فصل 2 فکر میکنم، اتا 4 پی ای بر روی لاندا به توان 2 یا اتا، روش تبدیلشون هم روی اثبات این دوتا فرمول هم تو همون فصل 2 گفتم. از یکی این دوتا فرمول، اگه سطح ما سطحش رو بهت داده بود از آ برو، اگه قطرش رو بهت داده بود از دی برو. اینجا قطر رو بهمون داده، پس میشه اتا که هست 68 صدم، یعنی 68 درصد میشه 68 صدم. 68 صدم ضرب در پی که عدد پی دیمون که قطرمونه که گفته 30 متر،
یه لاندا رو باید حساب کنی. لاندات هم برابر میشه با سی روی اف. افت رو گفته 4150 مگاهرتز، یعنی 10 به توان 6. درسته، سی هم که میشه 3 ضرب 10 به توان 8، سرعت نوره. اینو حساب میکنی میذاری داخل این، جیب به دست میاد. تیت هم که داده 79 کلوینش رو میگیری، جفتش تبدیل میکنی دی بی، از هم کم میکنی. به همین سادگی بچه ها، واقعا مخابرات ماهواره‌ای به همین سادگی ها. یعنی ما همین قسمت های ساده شو به شما میگیم. حالا بچه هایی که مثلا برن مخابرات ماهواره‌ای شوی بالا بخونن، درساشون سخت‌تر میشه ها، ولی ما همین چیزای ساده شو به تو میگیم. حالا چرا بچه ها میفتن؟ چون کمکاری میکنن، نه به خاطر نفهمیدنشونه، نه به خاطر نمیدونم هوش کمشونه، نه به خاطر هیچ، فقط به خاطر اینکه کمکاری میکنن. بچه‌ای که کمکاری میکنن میفتن، چون اینجا واقعا هیچ چیز خاصی نده، چهار تا ضرب و تقسیمه. اینکه بشین انتگرالشو بگیر و نمیدونم چیزهای محاسباتیشو در بیاره، مشتق بگیر، ما اصلا این چیزا نداریم. فقط فهمیدنیه، درس شیرینی هم هست. اگه خوندی با نمره خوب پاس میشی، نخوندی هم میفتی. خب بریم ببینیم حضوریاب چطوریه. ببینیم بچه‌ها چه جوری حضوریاشون اومده. کسایی که میخونن قسمت بهشون نگو جان. آخه تو بچه‌ گفتی بهشون نگفتی، این الف بود. چرا بهش هم گفتم دیگه، گفتم بهش. استاد این مثال الف بود. نه بهش همین بود که اگر دمای نوع، اگر باران شدید باشد و دمای آسمان رو افزایش بده به 88 درجه چی میشه؟ که بازم 10 تا لوگاریتم 88 حساب میکنی، 60 تا 88 میکنی. میخواستم نشون بدم که بارون قدرت سیگنالت رو کم میکنه. بارون چه تاثیرات منفی داره؟ ابر قدرت سیگنال رو کم میکنه، بارون کم میکنه، طوفان کم میکنه. تمام تاثیرات جوی توی فصل بعد که میخوایم بریم لینک باجت رو بخونیم، میبینید که تاثیرات جوی چقدر اثر داره رو سیگنال. خب آقایینی که میخونم یه مثبت بفرستن و برن. آقای آزاد، آقای پورفخری، آقا بچه ها امتحان میان ترم، آها یه دقیقه وایسین من یه چیزی بهتون بگم. امتحان میان ترمتون تا آخر همین جایی که امروز درس دادم میاد، خب، و خواهشن یه نکته رو رعایت کنید بچه ها. توی سمیاد من میخواستم از تو خواهش کنم که یه کاری انجام بدین. توی سمیاد وقتی که دارید فیلم رو، عکس رو بارگذاری میکنید، اینو یادم رفت بهتون بگم، یه دقیقه به من وقت بدین اینو بهتون بگم. وقتی دارید عکس رو بارگذاری میکنید در سمیاد، عکس رو تو خود متن هم پیست کنید. اگر حالا سمیاد باز شه که باز نمیشه، خب من این صفحه رو شیر کنم شما ببینید. اشکال نداره، تلاشتون رو بکنید. حالا چرا با گوشی جواب میدید؟ ببینید توی مخابرات ماهواره‌ای مثلا، خب مثلا من یه دونه آزمون اینجا میخوام الان درست بکنیم. آزمون مثلا تست، مثلا یه آزمونی، خب این آزمونه. ای بابا یه سوالم توش قرار بدم. اینم سوال. متن سوالم میگه بده. خب ببینید وقتی که شما اومدین اینجا، اونایی که امکان براشون هست سعی کنید اکثر همتون انجام بدین، چون یه ذره تصویر راحت تر میکنه. حالا وارد آزمون میشین. خب مثلا میخوایم آزمون بدیم، شما اینجا جا دارین واسه این که فایلتون رو آپلود بکنید. خب اینجا جا دارین آپلود کنید عکستون رو، که آپلود بکنید یه دونه حتما فایلتون رو آپلود بکنید.
اینجا هم خود تصویر رو قرار بدین. خود تصویر رو اگه بتونید کپی پیست کنید، چون خیلی سرعت تصویر افزایش میده، سرعت لود شدن افزایش میده و خیلی وقتا بچه یه مشکلی پیش میاد. مشکلی که پیش میاد اینه که فایلی که شما آپلود، مخصوصا فایلی که آپلود میکنی احتمالا مثلا حجمش رو اینا رو گیر بده. فایلی که آپلود میکنی بعضی وقتا مثلا سیستم میپرونه، فایلای فشرده رو میپرونه. اینجوری دیگه خیالتون راحتی که از دو تا روش فرستادین هیچ مشکلی پیش نمیاد. الان ببینید مثلا من یه دونه برای مثال یه دونه عکس اینجا میخوام بذارم، یه دونه عکس اینجا میزنم پیست میکنم، عکسم رو هم اینجا میارم. میبینی صورت سوال رو میگم اگه بتونید به صورت پیستی هم اینجا بیارید، تو موبایلم میشه انجام داد، به صورت پیستی هم اینجا بذارید، هم اینجا بذارین، هم این که این پایین ارسالش کنید، هم فایل فشردهش رو اونجا بذارید، هم ارسالش کنید این پایین. الان من این پایینش هم که میخوام ارسال بکنم، مثلا اینهاش، این پایینم ارسالش میکنم، هم این پایین ارسال کردم داره لود میشه، همین که عکس رو اینجا گذاشتم. من خیلی وقتا دارم تصمیم میکنم وقتی که جواب سوالتون اینجا ببینم، ببینم درسته، دیگه میرم قسمت بعدی، یعنی خیالم راحت میشه که درسته. خب بریم سراغ حضور غیاب. توی حضور غیاب آقای جباری، اونایی که هستن یه مثبت بفرستن و برن. همین امروز فیلمو آپلود میکنم. بچه ها توی این کانال یه سری ها گفته بودن فیلم کلاس رو نذاشتی و فلان، من قبلا هم توضیح دادم. خب توی کانال اگر میومدین، توی این کاناله من هر جلسه‌ای که تموم میشه، به محض اینکه تموم میشه به صورت اتوماتیک، الان همین در مفصل ضبط تصویر داره ضبط میکنه، به محض اینکه تموم میشه خودش آپلود میکنه تو کانال یوتیوب. شما اگر که توی کانال یوتیوب عضو باشین، تمام ویدیوها، فیلم‌ها، هر چی لازم هست رو اونجا میتونید ببینید. مشکلی دیگه اون وقت، حتی اگه من لینکش رو نذاشته باشم هم شما میتونید ببینید. تمام لینک ها توی یوتیوب هست. حالا من اگه بتونم براتون بازش کنم، اینا ببینید، شیر مای اسکرین، اینا هاشش. درس شما چی هستین؟ ساتلایت کامیونیکیشن. اینها همه لینک ها همه اینجا هست. ببینید شما فقط بیاید این بالا، اگه میخواید، این بالا نداره الان، یه دکمه سابسکرایب داره، اونو بزنید که دیگه همیشه فیلم ها تو کانال واسه تون میاد. نخواستم تو کانال چک بکنید، همیشه فیلم هاش رو میبینید، فیلم ها همیشه هست. خب الان همین الان این جلسه هم داره الان ضبط میشه، به صورت اتوماتیک آپلود میشه، فکر کنم 2 ساعت 3 ساعت دیگه همینجا بارگذاری میشه. حتی من لینکش حالا تو سمیادم میذارم، الان یادم هست، ولی اگر یه روزی هم یادم رفت لینکی نبود، شما لینک فیلم توی یوتیوب همیشه هست. آقایان ذبحی، رازقندی، سلمانی، اولیا، غلامی، فراهانی، بچه‌ای که مثبت داشتن وایسن که مثبتاشونو بذارم. قمشلویی، چه عجب قمشلویی، قیمتا صفر اینتر. آقای محمودی، مردانشاه هم صفره، باریکلا. آقای میر ابو طالب، هراینی، اینانلو و صادقی. هراینی نبود، هراینی نفرستادی چی؟ چرا هراینی هستش؟ خب داره میفرست. ساعت بعدی ها آقایان ابری، افشار، بروجی، بهرامی، تاراجبر، آقای حجتی، خانی الموتی، خدادادی، خلف شوشتری، خیاط عبایی، راشدی فرد، رضا سلطانی، رهنماییان، روهنده، شمشیرگر، طباطبایی، قیاسی هستین؟ سینا بروجی، رضا سلطانی، افشار، تاراجبر، بله. آقای فتحی، فاضل فرهانی که بود، فیوجی، قاسملو، کلاته،
کلاته که نه، کلاته نیست. فیوجی، فیوجی هستی؟ آره. خب محمدی، مداح، مصلح، ملکی، وحید ملکی هستی؟ این وحید ملکی شیطونه، میاد حاضری میزنه میره، یه غیبت براش بزنیم. وحید ملکی هستی؟ بله هستش. خب آقای سوال خورده دالایی و میرقاسمی، بچه‌ای که خوندم اگر سوالی ندارید میتونید برید. اگه کسی هست که نخوندم حاضریش نخورده بگه که صادقی. خب الان بریم تو ساعت اول. ساعت اولیا کیار نیست، کیار رو نخوندم. مصلح رو خوندم ها، مصلح رو خوندم، تو ذهنم هست که مصلح رو خوندم، مصلح رو خوندم ایناش. نه بعید ملکی چرا غیبت بزنم، بودی که واسه چی غیبت بزنم. خب تو ساعت اول امیر عبداللهیان هستی؟ امیر، فقط کسایی که میخونم، امیر عبداللهیان، نیستش. آقای جوکار، جعفری، جعفری جوکار، حقانی راد، حمید حیدری، آقای محمد مهدی داوودی زنجانی، داوودی زنجانی، آقای داوود داوودی فرد. آره مثبت ها رو الان میدم، راست میگی. بذار اول بریم مثبت ها رو بدیم، بچه ها معطل نشن. کیا بودن مثبت ها؟ بذار اینجا نوشتم، ساب کنی. قمش لویی بود. قمش لویی بود. دیگه کی بود؟ آقای آرش فراهانی بود. آرش فراهانی فکر کنم دو تا جواب داد، درسته؟ دو تا مثبت. دیگه کی بود؟ بله دو تا جواب بله. دادم. دو تا. آقای پورفخری بودن. آقای پورفخری هم بودن استاد. بله دیگه. مصلحی مطمئنی تا بودی؟ یادم نیست. آره راست میگی، مصلحی هم بود. مصلحی. دیگه کسی نبود؟ مردانشو هم جواب دادی؟ چی رو جواب دادی مردانشو؟ چرا یادم نیست؟ ولی یه چیزی گفتی راست میگی. بذار اینم مردان شاه، اینم مردان شاه. خیلی خب بریم حضور ضیاء. میتونید برید، بچه هایی که هم حاضریشون زدن هم مثبت گرفتن برید دیگه. داوودی زنجانی، دژم، دانیال دژم، آقای شاپوری، قاسمی. درخواست بده بس کنم ملکی. درخواست دادی؟ بیا. سلام
استاد نظام آبادی هستم، اصلا حضور ما هم خب الان دارم میخونم دیگه. آقای شاپوری نبود، آقای قاسمی. استاد سلام، خسته نباشید. یه لحظه صبر کن وحید ملکی. قاسمی، قاسمی نیست، کریمی هم نیست، مقدمی نیست، آقای نادی هم که نیست، هیچ کدوم نیستن دیگه. خیلی خوب. بعدی ببخشید میشه غیبت استاد پورفخری هستم، میشه غیبتمون نگاه کنیم؟ بله الان یه لحظه این بچه ها رو بخونم. پناهی شاد، حبیبی قومی، حجتی حاضریت خورده، سینا حجتی حاضریت خورده، چند بار بزنم برات؟ سینا حجتی خودت حاضریت رو زدی. آقای خیاط ابایی که هیچ، سینا خوردن. آقای قیاسی خامنه هست، قیاسی خامنه ای، قیاسی خامنه. آقای کنعانی، نظام آبادی، نظام آبادی باید خودت حضوریت رو بزنی. چرا انقدر غیبت داری؟ اولین جلسه شرکت میکنی. نعمتی، نوری، کجا باید حضوری بزنی؟ از بچه ها بپرس تو سایت. الان تازه اومدی، 8 جلسه گذشته، الان میگی کجا باید حضوری بزنیم. خیلی جالبه، کجا بودی 8 جلسه غیبت داری؟ میرقاسمی، علی محمد امین صادقی، صادقی ندارم تو لیست. صادقی ساعت اولی یا ساعت دومی؟ صادقی ساعت اولی یا ساعت دوم؟ علی اکبر صادقی هستی؟ خب بیا واردت کنم. بگو امین، چرا انقدر دیر اومدی؟ خب بگو. 97 شمار دانشجویی. شمار دانشجویی خیلی خوب. حاضریاتو بزن. اگر زده باشی حاضریات اومده. اینا از جلسه 24 فروردین حاضریت اومد. 31 فروردین امروز هم بود. جلسه قبل جلسه امروز که حاضری زدی حاضریت اومد. خیلی خوب بچه ها بریم. کاری نداریم؟ استاد بله 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 ملکی بگو. استاد من دوتا اینجایی که میزنم مثلا طرف چند تا غیبت داره، برای من یه 2.5 زدید جلو اسمم. استاد من اون اولش یه یادتونم باشه سایت برام بالا نمیومد، صفحه مشکل داشت، بهتونم میگفتم که حضوری من دستی میزدید. خب اونجا من همه کلاساتون اومدم، حالا شاید اونو از دستتون در رفته، حالا از شده نمیدونم، نزدید، ولی همه جلسات اومدم. ببین جلسات اومدی، خب اینجا برای تاخیر زدم، برای اینکه دیر اومده بودی سر کلاس. اینجا ها برای حاضری زدم. دو جلسه اولت هم که نایمدی استاد وجدان ها اگه دیر اومده دو جلسه باشم. اول هم نایمدی. ببین استاد همه رو اومدن. نه اون جلسات اولی کلا ما با 7-8 نفر تشکیل دادیم نبودیم. بیا این تاخیرت هم درست کردم. استاد باور کن همه رو بودم. برام از اگه بودی اسم از دوتا استاد رای دوری نمیده که فیلم بگی بفرست الان میخوای بزنی استاد دوتا رو بزن ولی همه رو بودم. ملکی اگر بودی فکر میکنی مطمئنی بودی از صفحه اون قسمتی تو فیلم جلسه 1 و 2 رو ببین، از اون صفحه عکس بگیر برای من بفرست که من ببینم هستی برات بفرست برات درستش.